فصل دوازدهم. در آن زمان عیسی در یک روز سبت از میان مزارع گندم می‌گذشت و چون شاگردان گرسنه بودند شروع به چیدن خوشه‌های گندم و خوردن آنها کردند. فریسیان این را دیده به او گفتند: نگاه کن، شاگردان تو کاری می‌کنند که در روز سبت جایز نیست. او در جواب فرمود: آیا شما آنچه را که داوود وقتی خودش و یارانش گرسنه بودند انجام داد نخوانده اید؟ چگونه او به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را خورد، حالان که خوردن آن نانها هم برای او و هم برای یارانش ممنوع بود و فقط کاهنان اجازه خوردن آن را داشتند؟ آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان با اینکه در روز سبت در معبد مقدس قانون سبت را می شکنند مقصر نیستند؟ بدانید که شخصی بزرگتر از معبد در اینجاست. اگر شما معنی این جمله را می دانستید که می گوید رحمت می خواهم نه قربانی، افراد بی گناه را محکوم نمی کردید. زیرا پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است. پس از آن عیسی به شهر دیگری رفت و به کنیسه وارد شد. مردی در آنجا بود که یک دستش خوش شده بود. عده‌ای از حاضرین از عیسی سوال کردند: آیا شفا دادن در روز سبت جایز است؟ البته مقصود آنها این بود که اتهامی علیه او پیدا کنند. اما عیسی به ایشان فرمود: فرض کنید که یکی از شما گوسفندی دارد که در روز سبت به گودالی می افتد. آیا آن گوسفند را نمی گیرد و از گودال بیرون نمی آورد؟ مگر انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر نیست؟ بنابراین انجام کارهای نیکو در روز سبت جایز است. پس عیسی به آن مرد رو کرده فرمود: دستت را دراز کن. او دست خود را دراز کرد و مانند دست دیگرش سالم شد. آنگاه فریسیان از کنیسه بیرون رفتند و برای کشتن عیسی توطئه چیدند. اما وقتی عیسی از ماجرا باخبر شد، آنجا را ترک کرد. ولی جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و او همه بیماران را شفا بخشید و با آنها دستور داد که درباره او به کسی صحبت نکنند. تا به این وسیله پیشگویی اشعیای نبی تحقق یابد که می‌فرماید: این است بنده من که او را برگزیدم، او محبوب و مایه شادی من است، او را از روح خود سرشار خواهم ساخت و او ملت‌ها را از کیفر الهی آگاه خواهد نمود. او با کسی ستیزه نمی‌کند و فریاد نمی‌زند و کسی صدای او را در کوچه ها نخواهد شنید. نی خمیده را نخواهد شکست و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد و خواهد کوشید تا عدالت پیروز شود. او مایه امید تمام ملت ها خواهد بود. در این وقت مردم شخصی را پیش او آوردند که دیوانه و کور و لال بود و عیسی او را شفا داد، به طوری که او می توانست هم حرف بزند و هم ببیند. مردم همه تعجب کرده می گفتند: آیا این فرزند داوود نیست؟ اما وقتی فریسیان این را شنیدند گفتند: این مرد به کمک بعلزبول رئیس شیاطین دیوها را بیرون می کند. عیسی که از افکار ایشان آگاه بود با آنان گفت: هر کشوری که به دسته های مخالف تقسیم شود رو به خرابی خواهد گذاشت و هر شهر یا خانه‌ای که به دسته های مخالف تقسیم گردد دوام نخواهد آورد و اگر شیطان شیطان را بیرون کند و علیه خود تجزیه شود حکومت او چگونه پایدار بماند و اگر من به کمک بعلزبول دیوها را بیرون می کنم فرزندان شما با کمک چه کسی آنها را بیرون می کنند؟ آنها درباره حرفای شما قضاوت خواهند کرد. اما
اگر من به وسیله روح خدا دیوها را بیرون می کنم، این نشان می دهد که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. یا چگونه کسی می تواند به خانه مرد زورمندی وارد شود و اموال او را تاراج کند، جز آنکه اول دست و پای آن مرد را ببندد و آن وقت خانه او را غارت کند. هر که با من نیست برخلاف من است و هر که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد. پس بدانید که هر نوع گناه یا کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، بجز کفری که علیه روح القدس بگوید. این کفر آمرزیده نخواهد شد. هر کس علیه پسر انسان سخنی بگوید آمرزیده خواهد شد، اما برای کسی که علیه روح القدس سخن بگوید هیچ آمرزشی نیست، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. اگر میوه خوب میخواهید، درخت شما باید خوب باشد، زیرا درخت بد میوه بد به بار خواهد آورد، چون که درخت را از میوهش میشناسند. ای مارها، شما که آدمهای شریری هستید چگونه میتوانید سخنان خوب بگویید؟ زیرا زبان از آنچه دل را پرساخته از سخن میگوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی درون خیش نیکی و مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار می آورد. بدانید که در روز داوری همه مردم باید جواب هر سخن بیهودهی که گفتند را بدهند، زیرا بر طبق سخن خود یا تبرئه خواهی شد و یا محکوم. در این وقت عده‌ای از ملایان یهود و فریسیان به عیسی گفتند: ای استاد، می‌خواهیم آیتی به ما نشان بدهی. او جواب داد: فرقه شریر و بیوفا آیتی می‌خواهند، و تنها آیتی که با آنها داده خواهد شد آیت یونس نبی است. همانطور که یونس 3 روز و 3 شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد ماند. در روز داوری مردم نینوا برمیخیزند و مردم این زمانه را محکوم میکنند، زیرا مردم نینوا وقتی موعظه یونس را شنیدند توبه کردند، حالانکه شخصی که در اینجاست از یونس بزرگتر است. ملکی جنوب نیز در روز داوری برخواسته مردم این زمانه را محکوم خواهد ساخت، زیرا او از دورترین نقطه جهان آمد تا حکمت سلیمان را بشنود، و حالانکه شخصی که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. وقتی روح پلید از شخصی بیرون می آید، برای پیدا کردن جای راحت در بیابانهای خشک و بیاب سرگردان می شود، و چون نمی یابد با خود می گوید به خانه ای که آن را ترک کردم برمی گردم. پس برمی گردد و آن خانه را خالی و جارو شده و منظم و مرتب می‌بیند. آنگاه می‌رود و 7 روح شریرتر از خود را جمع می‌کند و می‌آورد و آنها همه آمده در آنجا ساکن می‌شوند و عاقبت آن شخص از اولش بدتر می‌شود. وضع مردم شریر این زمانه هم همینطور خواهد بود. عیسی هنوز مشغول صحبت بود که مادر و برادرانش آمدند و در بیرون ایستاده می‌خواستند با او گفتگو کنند. پس شخصی به او گفت: مادر و برادرانت بیرون ایستاده و می‌خواهند با تو صحبت کنند. عیسی گفت: مادر من کیست؟ برادرانم کیانند؟ و به شاگردان خود اشاره کرده فرمود: اینها مادر و برادران من هستند. هر که اراده پدر آسمانی مرا انجام دهد، برادر من، خواهر من و مادر من است.